اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر فرزند ارشد حضرت آیت الله انصاری همدانی عارف عظیم هستیم. حضرت استاد احمد آقای انصاری در باب نحوه آشناییشون با عارف عظیم شیخ جعفر آقای مجتهدی مطالبی رو از خدمتشون استفاده میکنیم. ضمن عرض سلام و تشکر از اینکه قبول زحمت فرمودین و ما رو پذیرا شدین که از خدمتون استفاده کنیم، من در قسمت اول مصاحبه از خدمتون خواهش میکنم که نحوه آشناییتون با حضرت آقای مجتهدی رو اگر میشه بفرمایید و اگر مطلب دیگه ای هست ما خدمتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. قول حافظ میفرماد جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در کارگاه تقسیم اوضاع چنین باشد. همه افراد از معارف الهی بهره‌مند نیستند. من تنها خدمت مرحوم عاشق جعفر مجتهدی نرسیدم، خدمت چند نفر دیگر از اولیای متأخر رسیدم و همه شان از برجستگان دیدم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رجب علی خیاط، خدا رحمت کنه مرحوم حاسد عبدالله فاطمی که از شاگردان پدرم بود، آقای نجابت، آقای حسن علی نجابت شیرازی و آقای عبدالحسین دستقی به شیرازی آیت الله شهید مهراب. خدمت اینا رسیدم و هر کدامشان واقعا ستارگان درخشانی بودند در آسمان معرفت الهی. و این هم خدمتان عرض کنم که ابتداعا به جهت اینکه ذهن بعضی ها شسته بشه از تصوف آمیختی به عرفان، باید اینها را از هم جدا کرد که حالا در این مجلس ما مختصی نیست که چون خیلی بحث طولانیه. عرفان غیر از تصوفه، صوفیگری غیر از عرفانه. اون عرفای حقه الهی کسانی هستند که طابق و نعل به نعل شریعت اسلام حرکت کردن و اینها یک ذره یک جزوی انحراف از دستور شریعت ندارن. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی که استاد مرحوم حامی جواد آقای تبریزی، حامی جواد آقای ملکی تبریزی و آخوند شیخ محمد بهاری همدانی بود و چند نفر دیگه از بزرگان ایشان تربیت کرده بودند، بارها در نوشتجاتشان من دیدم که ایشان با دید بسیار بدی به صوفیه نگاه میکردن. میگفتن صوفیه عارف نیستن، عرفا نیستن اینا. و واقعا هم همینه. همونطوری که در چند جلسه قبلی من خدمت بعضی از دوستان عرض کردم، شخص عارف براش دیگه مستحب و مکروه و مباح باقی نمیمانه، هر چه هست به خودش یا واجب میکنه یا حرام. جعفر آقای مجتهدی از این قبیل افراد بود. مضافاً بر این که این خدا بیامرز از تمام عالم صورت رسته بود و به عالم معنا پیوسته بود و هر چه داشت در اثر این پیوستگی که به عامه معصومین علیهم السلام داشتند خداوند به ایشان عنایت فرموده بود. ایشان دارای دو نوع زندگی بودند، یک زندگی در قم که من اونجا خدمتشان رسیده بودم، به یک زندگی در مشهد مقدس، و هر دوش هم قابل توجه بود و ایشان هر چه داشتن در اثر تخلیه از وجود خود و نفسانیات خود بود و پیوستگی به حق تعالی بود. مرحوم آقای مجتهدی رضوان الله تعالی، من خیلی مشتاق دیدارشان بودم اون زمانی که ایشان در قم بودن. به وسیله دوستان من رفتم خدمت ایشان رسیدم. یک روز صبح بود که پاشان ناراحتی داشت. وقتی که من خدمتشان رسیدم و صحبت شد، فرمودن فلانی شما زیادتر بیا سراغ ما. خیلی به ما احسان داد فرمودن. تا وقتی که ایشان به موجباتی توتون خودشان در مشهد قرار دادن، رفتن در مشهد مقیم شدن و خیلی هم به اشخاص اقبال نمی کردن.
یه روز من به ایشان اظهار کردم، گفتم آقا شما که گوشه انزوا اختیار کردید، مردم به شما احتیاج دارن، چون چشم شما بازه، میبینید فرقتان با دیگران انقدره که اشخاص نمیبینن اکثرا و حرف میزنن، شما میبینی و حرف میزنی، چرا خودت منزوی کردی؟ بیایید و با مردم حشر و نشر داشته باشیم. اول که تعارف کرد، یه مقداری به تعارفات گذشت، بعد از چند روز به من گفت فلانی، حقایقی که در عرفان و الهیات عملی به دست اشخاص میرسه، این اصطلاح مال ایشانه، با سوزن چاکندنه. شما فکر نکن که به سادگی چیزی گیر انسان بیاد، خیلی زحمت داره و تمام این زحمات وقتی هوا ان منصورا میشه و از بین میره که انسان دعوت کنن به جایی که نباید دعوت کنن، یک استکان چایی که انسان بخواد بخوره تمام اینها رو از دست میده. شما راضی میشید به این؟ گفتم نه. گفت ما میبینیم اینها رو. اولیای الهی اکثرا همینطور هستن، اینها چشمشان بازه، با دید خدایی صحبت میکنن و میبینند، حرف میزنن و ارشاد میکنن. بارها شده بود وقتی که میامدن خدمت ایشان، مطلبی رو میخواستن بگن، رعب جمعیت که 5-6 نفر بیشتر نبودن جلسات ایشان، خیلی کم جمعیت بود ایشان، رعب جمعیت که اشخاص میگرفت سکوت میکردن، خجالت میکشیدن حرف بزنن، صداشان میکرد پیش خودشان مینشاد، میفرماد مسئله تو اینه و خواهش تو اینه و فلان وقت به فلان شکل عمل میشه، همه جور راهنمایی میکرد مرحومای مجتهدی. زندگانی عجیبی داشت این مرحوم، خیلی عجیب بود. آخرالامر هم که در سن 71 سالگی ایشان دار دنیا رو وداع کردن و رفتن، من یادمه که ایشان آرزو میکردن، میگفتن خدایا به همون سیره‌ای که حسین ابن علی از دنیا رفت، شیخ جعفر هم به همون سیره از دنیا ببر. و همطور هم شد. وقتی که بردنش بیمارستان، ناراحتی گلو داشت، خواستن گلوش عمل کنند، گفتن که ایشان بایستی مجرای تنفسش عوض بشه، چون گلو انقدر ورم کرده که قدرت تنفس نداره. گلو که آمدن شکافتن، خون ریزی انقدر کرد که یک مرتبه دیدن فضای اتاق سبز شد و ایشان لبخند زد و جان به جان آفرین سپرد. این خیلی مختصر شرح زندگانی ایشان. خیلی تشکر میکنم از خدمتتون. از آقا میخواستیم درباره نحوه ارزم شما که عبودیتشون، ارزم شما که اعمال عبادیشون، نمازشون، یا کلن همون مسائلی که شما میفرمودین در احکام خمسه برایشون مستحب و مباح و مکروه نبود و همه چی یا بر او واجب بود و یا بر او حرام بود، در مسائل عبادی آیا خاطره‌ای مطلبی هست؟ همطوره که میفرمایید، ایشان ورز مسئله عباداتشان طوری بود که با دیگران خیلی فرق داشت. وقتی که شروع میکرد به نماز، چند نفری که بودند و به ایشان اقتدا میکردن، چنان از خود بی خود میشد که هیچ چیز متوجه نمیشد، اصلا از خود تخلیه میشد و از خدا پر میشد و چنان حضور پروردگار ایره مرعوبش میکرد که رنگ روی مبارکشان میپرید، تکان میخوردن و شروع میکردن نماز خوندن. خیلی حالات عجیب انقلابی عجیبی داشتن. تقریبا نمیدونم با جناب آیت الله العظما آقای بهجت آشنایی دارید یا نه، نماز ایشان هم تقریبا همینطوره. امیدوارم که این مراحلی که اینجا دارید ترتیب بدید، یه مرتبه هم برای ایشان ترتیب بدید انشاءالله. آیت الله بهجت از بهترین شاگردان مرحوم آیت الله قاضیه، خیلی مرد بزرگواریه. ایشان هم اون حال انقلابی که داره، اون حال انقطاعی که از خلق داره، خیلی بی نظیره. منتها ایشان اظهاراتی نداره، خیلی کتومه، پنهانکاری زیاد داره. مرحوم آقای مجتهدی همینطور بود، خیلی چیزها ایشان می دانست. در یک جلسه ایشان خودش نقل می کرد، می گفت من خیلی دنبال کیمیا رفتم قبل از اینکه وارد سیر و سلوک و عرفان و الهیات بشم، هر چه رفتم نتیجه نگرفتم، تا یک روز در مشهد با دوستانمون که می رفتیم رو به سمت برنامه ای، دیدیم که سیدی کنار خیابان بساط منزلش پهن کرده و
با خود و خانوادهش پرده کشیده و داره زندگی میکنه. رفتیم ازش پرسیدیم که شما چرا آمدید گوشه خیابان زندگی میکنید؟ گفتن ما اجاره بهای ماهیانمون عقب افتاده و توانایی پرداخت نداریم. ایشان فرمود که الان من ترتیبش میدم. رفت و دست پا کرد و تمام اون اجاره بها رو پرداخت و آمد یک خانه برای ایشان گرفت و زن و بچه‌ش و خودش و اینا رو همه برد. این سید فوق العاده خوشحال شد، گفت آقا کی به شما دستور داد؟ اشاره کرد به حضرت رضا، گفت حضرت به من دستور داده. شب حضرت رضا در عالم مکاشفه یا خواب بیان به ایشان فرمان تو آبروی ما رو حفظ کردی، به این مناسبت اون چی که خواستی در ظرف این مدت کوشش کردی امشب ما بهت میدیم که همون کیمیا باشه. حضرت بهش افاضه کیمیا کردن. کیمیا داشت، تیل ارز داشت، بسیار چیزهای دیگه داشت، منتها رو نمی کرد. خیلی مرد فوق العاده بود، همیشه توهی از همه چیز بود، توهی از دنیا و مافیها و فقط میگفت تمام زندگی من همین دست لباسی است که دارم، هیچی دیگه اضافه نداشت. در جلسه ایشان بودیم، یه روز شخصی آمد، خیلی احتیاج داشت، غریبه‌رم بود، نمیشناختیمش ما. وقتی که آمد یه قدری مرعوب جمعیت واقع شد. ایشان فرمود بیا بنشین پیش من. نشست، هیچی نگفت. در این اثنا شخصی آمد گفت آقا من یه مبلغی نذر کردم به شما بدم. تو پاکت گذاشت و داد بهش. ایشان گفت متشکرم، گذاشت زیر دوشکش، نشست و اون آقا خداحافظی کرد و رفت، اون دهنده پول. بعد ایشان صدا کرد اون آقا رو، گفت بیا پیش من، اون مبلغی تو میخواستی همینجاست، بیا بردار برو به کارت بذار. حالا این چقدر بود اینا دیگه ما نفهمیدیم چقدر. اینجوری بود، تمام حرکاتش حرکت به باطن بود، هیچ حرکت به ظاهر نداشت. در مجالس توسل ایشون که خب عرضم شما که بسیار مشهور بودن در توسل به ساحت مقدس ائمه سلام الله علیهم، آیا خاطراتی یا کلن از حالاتشون میشه بفرمایید؟ بله، ایشان خدا رحمتش کنه فوق العاده علاقه به توسل داشتن. میگفتن که من بدون گریه بر حضرت سید شهدا نمیتوانم زنده باشم، من با گریه حضرت سید شهدا زنده هستم. بی اختیار عشق مثل دو ناودان از این چشمش سرازیر می شد. فوق العاده منقلب بودن. و بعد در مجالسی که ایشان بودن یه تحولی در مجلس حاصل می شد، وقتی می دیدن برای همه محسوس بود که این تحول حاصل می شه و من در مجالس دیگران ندیدم این تحوله. یک نورانیت عجیبی در مجلسشان حاصل می شد. وقتی که می شنیدن که یک نفر مدده، یک نفر ذاکر آمده، چون یه مقدار زیادی از عمر ایشان در قزوین گذشت، میرفت سراغ دوستان قزوینیشان، یه مقدارش در تهران بود، تهران خیلی کم بود، یه مقدار دیگرش عرض کنم با حضورتان در مشهد بود. این قضیه در یکی از دوستان ما پیش آمد که یک سرهنگی بود، پزشک بود، دکتر سرهنگ مرتضوی، که از افسران رکن دو ارتش بود. اون زمانم رکن دویا خیلی اعتبار داشتن پیش شاه، چون همه اینها شاهی بودند و روی اینها خیلی حساب میکردن. یک روز این آقای مرتضوی خودش برای من نقل کرد، گفت من مشهد مشرف شده بودم، رفتم به زیارتگاهی حضرت رضا سلام الله علیه، در حرم مطهر که مشرف شدم تبریزی بود سرهنگ مرتضوی، این آقای مجتهدی هم تبریزی بود. میگفت در حرم مطهر که بودم یک مرتبه میگفت یک آشی که تبریزی ها درست میکنن، اون آش نزدیک ظهر بود، هوس کردم من. میگم همطور که نشسته بودم عبای دوش من بود و ملبس به لباس عادی بود، لباس سرهنگی نداشت بدن. میگم همطور که من داشتم زیارت میکردم این آش، یک آش کوبیده تبریزی درست میکنن، تبریزی ها خیلی خوشمزه است. میگم این آش که من آرزو کردم، دیدم یک شخص روحانی محاسن سفید قد متوسط و جالب توجه خیلی نورانی آمد، گفت که جناب دکتر مرتضوی سلام علیکم. سلام علیکم. گفت آقا میشه من از شما خواهش کنم امروز ظهر مهمان من باشید؟ گفت
گفتم بله اشکال نداره. میگفت که ما رو بعداش آورد یکی از خیابان‌های مشهد، رفتیم منزلش، دیدم یه منزل محقر کوچولویی داره، همش زندگیش تمیز مرتب ولی خیلی از نظر مال دنیا ضعیفه. میگفت همون آش آورد از ما پذیرایی کرد. گفتم خب اتفاقه، پیش میاد، ما از حضرت خواستیم و اینجور شده. میگفت از ما پذیرایی کرد، قدی نشستیم و استراحت کردیم و چای خوردیم و بلند شدیم که بیایم جلو. در که رسیدیم گفت که آقای دکتر، وقتی که انسان خدمت حضرت رضا میرسه، آش کوبیده تبریزی آرزو نمیکنه، تو باید از حضرت چیزای دیگه بخوای. میگفت گفتم به ایشان که آقا من انسان ها رو در آسمان ها میجستم، الان در زمین نصیبم شده. میگفت طبق دستور من عمل کردم تا مدتی. یه روز میگفت در خیابان استانبول تهران من داشتم میرفتم، دیدم آقای مجتهدی رسید. رسید من سلام تعارف کرد و اینا با دوستانش، آهسته سرش برد تو گوش من، گفت آقای دکتر هر چه زودتر باید بری استعفا کن. گفتم من افسر رکن دو ارتش، استعفای من رو نمیپذیرن، ما حساب شده مشغول کاریم. گفت نه، ما کاری میکنیم که بپذیرن. گفت فردا صبح برو و استعفای خودت بده. میگم من رفتم فردا صبح، وقتی که به کارگزینی رفتم و استعفا رو نوشتم و دادم، همه به من خندیدن، گفتن دیوانه شدی، با این اهمیت و احترامی که داری در زمان شاه بود شما حالا آمدی استعفا کنی؟ گفتم بله. خلاصه چند روز گذشت و باز آقای مجتهدی رو میگم من دیدم. گفت روز فلان ساعت فلان که تقریبا چند ماهی میگذشت، شما با استعفاتان موافقت خواهند کرد. اون همطور هم شد. اون روز معین که آقای مجتهدی تعیین کرده بود، ما نشسته بودیم، شاه رفته بود اتریش، یک برنامه سیاسی بین المللی داشتن، رفته بود اونجا. از اونجا تلگرافی خبر دادن که با استعفای فلانی موافقت کنید. میگفت من آمدم و همون روزی که ایشان وعده داده بود رفتم کارگزینی، استعفا پذیرش استعفا رو گرفتن، الان آزاد کار میکنن. آقای مجتهدی اینجور بود و به علت اینکه از هوا و هوس از خود تخلیه شده بود، از خدا پر بود. این از که امام سجاد علیه السلام در اون مناجات خمسه عشر، در مناجات دوازدهمشان راجع به عرفان و الهیات میفرماد، به خداوند عرض میکنه ولم تجعل للخلق طریقا الی معرفتک الا بالعجز عن معرفتک، که به اصطلاح حرکت حرکت نورانیته، نه حرکت مشاعی نیست که انسان بخواد بره تصور و تصدیق و نمیدونم یه مقدمات فلسفه جور کنه، از لابلای کتابا خدا رو بخواد پیدا کنه، اینجور نیست. اینا از راه تهذیب نفس میرسن. در مراحل تهذیب نفس ایشون که تا اونجا که معروفه از محضر کسی به صورت استاد شاگردی استفاده نکرده بود. خودشون در حالا حشر و نشری که از طالب با ایشون داشتین، آیا می‌فرمودن که چطور این مراحل رو طی کردن، در سختی راه چطور غالب شدن؟ بله، فقط در اثر توسل به اهمه معصومی. می‌فرمودن که من رفتم 9 سال شاگرد پیندوز بودم در نجف، پاردوز که کفش به من گفتن تو باید 9 سال اینجا کار کنی. روزها می‌رفتم حرم حضرت مولا علی علیه السلام، توسلات شدید داشتم و بعد از 9 سال به من فرمودن که کار تو اینجا تمام شده. روز 1 دینار من می‌گرفتم، 1 دینار عراقی از اون پاردوز می‌گرفتم، کار می‌کردم، بعد از اون 1 دینار احتیاجات خودش تأمین می‌کرده، ما بقیه‌ش در راه خدا می‌داده. اینا اینجور بودن، در اثر توسلات به همه جا می رسیدن. و یکی از توسلاتی که خیلی برای ایشان کارساز بود، توسل به حضرت ابوالفضل بوده سلام الله علیه، چون در عرفان و الهیات مشهوره که میگن کسانی که دست توسل به ساعت مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام داشته باشن به نتیجه های خوبی نائل میشن. ایشان بیشتر راهش راه توسل بوده. حالا در ایامی که از سالی مثلا خدمتشون مشرف میشین، آیا بیشتر توسلاتشون به کدام یکی از ائمه بود، یا در توصیه هاشون خودشون راه توسل رو با کدام یکی از ائمه احیانا آسانتر میدونستن، یا زمانی که در مشهد بودن آیا توسل به حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه غالب بود؟ بله، عرض کنم که متفاوت بود. مثلا شخصی آمد خدمت ایشان که سرطان گلو داشت و پزشکا اینو جوابش کرده بودن،
آمد خیلی گریه‌زاری کرد پیش ایشان، گفت من الان وضعم طوریست که اگر از بین برم زن و بچه‌ام به بدبختی و گرسنگی و گدایی میافتن. خیلی منقلب شد آقای مشتری، اینم سید بود چون به سادات خیلی احترام میگذاشت، آمد دستش گذاشت رو دوش، یک صدای بلندی در آورد، گفت علی چند مرتبه، دست کشید به پشتش و سرش و اینه که بلند شد. گاهی به مولا علی علیه السلام توسل پیدا میکرد، بیشتر توسلاتشان در موقع مراسی به حضرت ابا عبدالله الحسین بود، به حضرت ابوالفضل بود، زیاد توسلات به حضرت ولی عصر امام زمان داشتن، که در این خاطره فکر میکنم یک موضوعی باشه که در کتاباشان هم نوشته شده باشه. خودش گفت این قضیه ره. گفت که یک خانومی بود که در آلمان، در یکی از شهرهای آلمان بالای کوهی زندگی میکردن، خودش و شوهرش و دخترش، که از این دستگاه های تریفلیکس بود که روی رود راین کشیده بودن که میرفتن اونجا بالای کوه که میرسیدن، اینها میامدن خدماتی عرضه میکردن. بعد اونجا یک خانومی بوده که دختر 14 سالش، خودش و شوهرش و دخترش تو اون کلبه زندگی میکردن. میاد میبینه یک قده مشکوکی رو سینه دخترش هست، میان به پزشک معالج مراجعه میکنن، میبینن سرطانه و تمام بدنش هم گرفته، میان میگن دیگه یه علاج ناپذیره. سر شب تا صبح خانم میاد گریه میکنه، گریه میکنه، متوسل به حضرت مریم میشه چون مسیحی بود اون خانم. نزدیکای صبح حضرت مریم در عالم مکاشفه میاد میفرماد فرزندم کار به دست ما نیست، الان کار به دست حضرت مهدیه صاحب از زمان سلام الله علیه. میگه من نمیشناسم این کلماتی که شما میگی، مهدی کیه؟ میگن بزرگ مسلمان هاست. میگه خب من چیکار کنم با او آشنا بشم؟ میگن ما از نماینده تام الاختیار او خواهش میکنیم فردا صبح بیاد شما راهنمایی کنه. اینا فردا صبح که میشه میبینن پیرمردی همین آی مشتری آمد در منزل زنگ زد، باز میکنن و با قیافش ناآشنا بودن، میگن شما کی هستی؟ میگه شما کی خواستی؟ تمام قضايا رو میگن، میگه منم همون کسی هستم که به شما گفتن. میگن خب بیا تو. میگه نمیتوانم بیام، تا شما مسلمان نشید من نمیام تو. اینا میگن ما بلد نیستیم چه جور مسلمان بشیم، شهادت یادشان میده و مسلمانشان میکنه. بعد میگه که دختر شما مبتلاست به سرطان، مینشینه تو منزل، یه استکانی آب میخواد، یه مقداری میخوره، دعایی میخونه، میده به بچه‌تان بخورید، یه مقدارش هم نگه دارید. نگه میدارن. بعد به پدر میگه شما هم یه قده مشکوکی پشت در آوردی، ما واقعیش میده به پدره میخوره، اون هم بهبود حاصل میشه. هر چه بهش میگن آقا بیا تو، اینجوری بوده ها. حضرت بیشتر کارشان اتفاقی من دیده بودم، همطور که نشسته بود اتصال حاصل میکرد، میگفت حضرت اینجور میفرما آقای فلان شما باید چی که میخوای از این راه اقدام کنی. یک گنج بی پایانی بود از دست بشر رفت، واقعا گنج بی پایانی بود. من ندیدم در قدرت و قوت ایشان کسیره مثل ایشان من ندیدم. درباره اشراف ایشون حالا معروفه که حالا در تسلطشون به عالم مادون که معروف بودن و در کرامات و تصرفات با اجازه ائمه دست طولایی رو داشتن، درباره اشرافشون به علوم توحید و معارف دیگه آیا خاطره ای از ایشون دارین؟ چون معروفه بله. که ایشون علاوه بر این که با اون که درس حوزوی و به این صورت نخونده بودن، نه. ولی اشراف داشتن به این علوم. خاطراتی از ایشون خاطرتون بله زیاد است. از این نوع مسائل که در توحید و در معارف الهی که پیش می آمد، چون ملاحظه می فرمایید که اولیای الهی مثل قطره باران هستن، وقتی به دریای وجود حق تعالی پیوستن اون وقت میشن همه چیز. اینا همونقدر که از خودشان یه مقداری تخلیه شدن، اتصال به معبود پیدا کردن، دیگه هیچی براشان نامعلوم نمیمانه. از این جهات یعنی رسیدن به اون معارف توحید عملی، وقتی که اتصال پیدا میکردن همه چیز میگفتن، یعنی دیگه خود نبود، هرچی میگفت خدا داشت به زبان ایشان وقت تکلم میکرد. چون ما حدیثی داریم میفرماد عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، که در تعریفش گفتن حتی تقول لشیء کن فیکون، وقتی که تو بخوای هر چیزی بشه میشه، وقتی که تو از غیر خدا تقلیه شدی.
و ایشان در به این مرحله رسته درست تحصیلاتی نداشت، شاید در روز ششم ابتدایی. آقای حاج اسماعیل دولابی هم همطور بود، خدا رحمتش کنه، ایشان هم همطور بود. وقتی که باهاش صحبت می‌کردی می‌دیدید که از معارف خیلی بالا، از علوم مختلف، فلسفه، ریاضی و و و و, و. اون چی که علوم در اختیار بشر هست، همینقدر که اتصال پیدا می‌کرد می‌فهمید و می‌گفت همره، اصلا بهت می‌گرفت اشخاصه. یک جمله می‌گفت یک دریا معنی داشت، چه آقای حاج اسماعیل، چه ایشان، چه دیگران که ما دیدیم. از اون معارف جملاتی یا مطالبی خاطرتون میاد الان که براتون خیلی اون موقع جذاب بود مثلا در مطلبشون. بله، اون چی که ایشان می‌فرمودن از خدا تخلیه بش، معذرت می‌خوام، از غیر خدا تخلیه بشی تا به خدا پر بشی. اون وقتی که تکلم شما به زبان خود، زبان شما دیگه نیست تکلم می‌کنه، خداست به زبان شما تکلم می‌کنه. ایشان بارها اینو میگفتن. شرع مقدس اهل بیت علیهم السلام رو آیا غیره، حالا اینطوری مطرح بکنیم، آیا راهی غیر از شرع مقدس و عمل به واجبات و ترک محرمات، آیا راهی رو، اینها مقدم است، تمامش مقدم است، ولی راه اینه. یعنی عرفای اسلام از اون صدر گرفته تا ذیل که اینها ملازم به شریعت محترم اسلام بودن، راه غیر از این راه تجویز نمی کردن. می گفتن اول شریعت، بعد همراه به شریعت، چون انسان وقتی که شریعتش تقویت شد و درست حرکت کرد می افته به طریقت. طریقت هم همون طریقتی است که محمد آل محمد داشتن. بعد می افته به حقیقت که مشاهده جمال حق تعالی می شه. اول شریعت، بعد طریقت، بعد حقیقت. مسئله رو حالا در جایی مطرح هستش که اینها در این مسیر غیر از اون مسیری که صوفیه طی میکنن و بعد از مدتی ادعایی رو میکنن که ما به طریقت رسیدیم و حالا دیگه واجبات و احکام خمسه برای ما مطرح نیست یا نماز نعوذ بالله ما نمیخوانیم، شما در ایامی که حالا محضر ایشون بودین چون اینها شبهه‌هایی که وارد شده و به شخصیت ایشون بعضی از آقایون متاسفانه وارد کردن که ایشون مثلا در بحث نماز شاید طریق دیگری داشتن، آیا شما خودتون به ایشون اقتدا می‌کردید به همون بله طریق؟ بله، بسیار مرد متدین با تقوایی بود، خیلی مرد متدین. فقط در ایامی که مریض بود و توانایی نداشت که کمک این و اون می‌گرفتن می‌آوردن بلندش می‌کردن، وضو می‌گرفت و نماز می‌خوان، این مشکل داشت، ولی در موقع سلامتی که اونم تکلیفش بود که اونطور نمی‌توانست. بله، میگم همون تکلیف بر او بود که نشسته و به همون صورت نماز. ایشان ملازم شهر بود، خیلی زیاد مصرن ملازم شهر بود، یک قدم از طریق شرع مقدس اسلام ایشان انحراف نداشت. در کتب ادعیه و یا ادعیه‌ای که معروفه، آیا خاطرتون هست که به کدوم ادعیه توصیه میکردن یا علاقه خاصی رو داشتن؟ زیارت عاشورا، خیلی به زیارت عاشورا معتقد بود. میفرمود هر چه میخواید از زیارت عاشورا بگیرید و به اولیای الهی توصیه میکرد، میگفت از حضرت ابوالفضل بگیرید اون چی که میخواید، چون سر حلقه عرفا ابوالفضل لباسه، فرمود از ایشان بخواید هر چی میخواید. همینطور هم بود. درباره ادب ظاهری ما خیلی تعریف شدیم از ایشون در برخوردشون با خیلی مؤدب بود، خیلی مؤدبانه صحبت میکرد، هیچ وقت ما تندی از ایشان ندیدیم، خیلی شخص موقر، مؤدب، انسان موجه. بعضی وقتا که مثلا من یادم هستش که یک وقتی خواستن شعری در رسا حضرت ابوالفضل بنویسند، گفت کاغذ بیارید، آوردن که دو سطر شعر بنویسه ایشان، گفت این شعر بخونید در موقع احتیاجات و احتیاجاتتان برآورده میشه. کاغذی آوردن یه قدری کثیف، فرمود وقتی نام ابوالفضل برده میشه اینجور کاغذ کثیف نیاری، نام حضرت ابوالفضل بالاتر از این هاست. رفتن یه کاغذ تمیزی آوردن روی اون نوشته، خیلی رعایت ادب و نزاکت میکرد. بله، درباره برخورد به تازه واردا، یا اگر کسی میاد حالا مثلا ناراحت بود چطور برخورد میکرد، یا اگر مثلا مسئله مثلا نگران کننده ای پیش میومد، آیا برخوردی رو خاطرتون هست که چطور برخورد؟ ابدا برخورد ناراحتی نداشت ایشون. اشخاص که میامدن به مجرد اینکه وارد میشدن یه آرامش پیدا میکرد، ایشان داره این تصرف بود، بعد مینشاندش پیش خودشان، تمام دردشان رو میگفت، درمان میکرد، همون جلسه اول درمان میکرد. در اهتمامشون به قرآن چطور؟ خیلی زیاد خیلی به قرآن اعتقاد داشتن. میفرمودن قرآن یک نورانیت خاصی داره که هیچ راه دیگری این نورانیت نداره،
خیلی تکلیف میکردن به خواندن قرآن، مخصوصا نیمه های شب. میفرمودن نیمه های شب قرآن بخونید و از قرآن کمک بگیرید. خیلی از خدمتون استفاده کردیم. اگر شما در آخر اگر خاطره ای و مطلب دیگه ای کلن در خدمت ایشون بودین و استفاده کردین اگر بفرمایین، ما خیلی تشکر میکنیم. دست خاطرات که زیاده، عرض کنم به حضورتان که واقعا زندگی ایشان از اول تا آخر خودش یک زندگی مفصلی است که باید از اون روز اول زندگی به کتابت درا و نوشته درا دو اینها. ولی اون چی که لازمی گفتار باشه همین ها بود که عرض کردم خدمتتان به طور خیلی اجمال و اختصار، و اون چی که در کتاب ها نوشتن. البته بعضی از مطالب دیگر هم هستش که اونها رو در کتاب ها ننوشتن، مسائل خاص خود ایشان بود و خیلی اشخاص ترغیب میکرد به توسل به حضرت ودیعصر امام زمان. میگو الان اختیارات تام با خود حضرته، از حضرت هرچی میخواییم بخواییم. حضرت آقای حاج ملا آقا جان زنجانی ظاهرن با عبوی حضرت آقای انصاری ارتباطی رو داشتن و یه مدت کمی ظاهرن حشر و نشری رو با هم داشتن. از اون طریق یا از خاطراتی که با مرحوم حضرت حاج ملا آقا جان زنجانی داشتن خاطراتی؟ بله، عرض کنم خدا رحمتشون کنه. مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی وقتی که می آمدن همدان منزل ما وارد می شدن و پدرم خیلی به ایشان احترام قائل بود و بعد هم زیاد اصرار میکردن، دعوت میکردن ایشانه که شما بیایید زنجان، ما شما رو ببینیم در زنجان. یه ملاقات جالبی هم بین حاج ملا آقا جان زنجانی و جعفر آقای مشتهدی حاصل شده بود. شنیدی دیره؟ اگر نقل کنید ممنون میشه. اینها ذره ذره اندر این عرض و سما جنس خود را همچون کاه و کهربا، نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. اینجوریه، اولیای الهی با هم اتصال داره. یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت من در مسجد سهله که در تقریبا 10-12 کیلومتری نجف قرار داره نشسته بودم، با آقای حاج ملا آقا جان مشغول انجام اعمال اون مسجد بودیم. بعد ذکر مرحوم آقای مشتهدی شد که اونم در قید حیات بود. حاج ملا آقا جان گفت الان میاد داخل مسجد. خب اینا دید خدایی داشتن. در همین اساکه نشسته بودیم، دیدیم که بین اون جمعیت کثیر آقای عاشق جعفر مشتهدی وارد مسجد سهله شد. گفتم آقا مسکه آمد به حاج ملا آقا، گفت بره ببینم. خیلی هم فاصله بود، گفت الان صداش میکنم بیاد اینجا پیش ما بنشینه. اون تبریزی بود، اونم زنجانی بود، هر دوشان ترک بودن. بعد به زبان ترکی گفت گه گروم بالام جان، بیا اینجا ببینم عزیزم. حاج ملا آقا جان گفت، آقای مشتهدی نگاهی این بر اون بر کرد و آمد جلو، سلام کرد. اولین ملاقاتشان گفت آقا با من فرمایشی داشتی؟ گفت بیا بنشین. نشستن با هم صحبت کردن، خیلی خصوصی، قریب یک ساعت صحبت کردن. حالا چی گفتن و چی شنیدن کسی نفهمید. خیلی ملاقات جالبی بوده مسجد سهله. درباره از خود خب از سالی چون فرزند ارشد از رسول انصاری بودین، خب طبیعتا خدمت آقای مشتهدی میرسیدین، شاید درباره حضرت عبوی جمله‌ای مطلبی رو میفرمودن؟ نه خیر، ایشان هیچ درباره هیچ کس صحبت نمیکردن، فقط درباره عمه معصومی، درباره احدی صحبت نمیکردن، درباره اولیاء خدا چیزی ابدا هیچ کس، نه درباره اولیاء الهی، نه درباره این، نه درباره، اصلا وقت خودش صرف میکرد فقط درباره ذکر عمه معصومی. بله، و بیشتر توسلاتی که داشت برای رفع حاجات اشخاص، اونم حاجات خیلی بزرگ، کلمه علی به کار می‌برد. علی که میگفت لرزه بر بدن انسان وارد میشد. لا رحمتش کنه. من بازم همینطور تو ذهنم میاد، معذرت بخوام. درباره مسئله توحید، آیا یا سیر توحیدیشون در معارفشون در نماز، آیا مطلبی خاطرتون هست؟ نه خیر، ایشان به اصطلاح حرکتشان حرکت توسلات بود. در معارف توحیدی اونطوری که ما فکر میکنیم که مسیر توحید مثل مرحوم های قاضی و مثل مرحوم پدر ما و اینا طی کرده بود، اینجور نبود. بیشتر از راه توسلات و عمه معصومین حرکت میکرد و از هر چی هم داشت از اونجا گرفته بود. آقای حاج اسماعیل به عکس بود، اینا از راه توحید حرکت میکردن.
بین ایشون و آقای دولابی هیچ اسمی از ایشان برده نمیشد. خیلی ممنون از محضرتون، خیلی استفاده کردیم، مستفیض شدیم. انشالله که بتونیم در فرصت‌های آتی هم از محضرتون استفاده کنیم. از طرف مؤسسه شمس و شموس عرضم شما که از محضرتون صمیمانه تشکر میکنیم و از اینکه این چند مدت هم برای همایش حضرت عبوی و نگارش کتاب و عرضم شما که هم این همایش آقای حضرت عبوی مجتهدی که قبول زحمت کردین تشکر میکنیم. خواهش میکنم شما که مؤید و منصور باشین و در سایه عنایت حضرت ولی است انشاءالله مستدام باشین. ما ذره‌ای هستیم در برابر دریای بیکران وجود اینها.